با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم. امروز روز چهارشنبه است و 28 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه مدتی از خدمتتون البته نیستم، اما باز خواهم گشت. برنامه باز پخش میشه. امروز به طور زنده خدمت شما هستم، چون برنامه دیشبم صرف در واقع همین گدرینگ و گرد همایی دوستان تلویزیون پارس بود. باری در روزهای چهارشنبه همونطور مطلع هستیم شاهنامه میخوانیم و امروز هم ضمن سخن چند بیتی از خان چهارم رفتن به مازندران خدمت شما خواهم خواند. در یکی از این برنامه ها ما اشاره کردیم که این آقای مناخم بگین بزرگترین تروریست بوده، از نظر این که در یک عمل واحد بیشترین آدم ها رو کشته. یا خانم یه هموطنی رو زنی زن آقا شما میگید که این مناخم بگین تروریست بوده، بزرگترین بوده، از یاسر عرفات کنم بزرگتر نبوده و از اینجور صحبت ها. من میبینم نقل قول ها اشتباه. آقا یک نقل قولی میکنیم، درست حقا نقل قول کنیم. حالا این برادران عرض میکنم سلطنت طلب ما هم یه مرد محترمی رو آوردن، این تنها آدمی است که من دیدم بین اینا فحاشی نمیکنه. عرض کنم که خدا پدرشون بیا مزعقلا فحاشی نمیکنن و نقل قول میکنه غلط. آقا شما که مرد محترمی اهل کتابم هستی نقل قول غلط نکن. کی من گفتم بازرگان قبل از نمیدونم چی سخن از اسلام نمیگفت؟ بنده عرض کردم گرایش های اسلامی و پیدایش جنبش های رادیکال به خاطر بستن احزاب سیاسی در ایران بوده. شما چرا نقل قول غلط میکنی؟ آخه از مقدمه غلط که استنتاج درست نمیتوانی بکنی پدر من عزیز من. آخه با دروغ غلط که ما به جایی نمیرسیم. عرض من این بود که آدم مثل مرحوم بازرگان دیندار بود، اما کارش دین نبود، با حزب دینی نبود، مرد ملی بود، آدم بسیار بسیار شریفی بود. آقای بازرگان در خدمت نهضت ملی بود. وقتی همه جا رو تعطیل کردن و قفل زدن و دهانها رو بستن و قلمها رو شکستن، این جامعه رادیکال شد، اسلام پناه شدن مردم. فکر میکنم هر کسی اندک عقلی داشته این مطلب رو میدونه. اینه که شما که نقل قول میفرمایید، صحبتهای من هست، در همه جا هست، همونها رو پخش کنید و هر نقدی میفرمایید بفرمایید، ولی اشتباه نفرمایید. باری برای اینکه نشان بده یه عکس داریم، عکس اون جوان رو نشون بدین. امیر جان ببینیم بچه‌ها میشناسن این آقا کیه با پیرهن سفید اینا. بله این آقا رو فکر نمی‌کنم کسی بشناسه. این آقای بگینه، مناخم بگین، در زمانی که تروریست بوده، تروریست زیرزمینی عرض می‌شود که، و بعد در یک بمبی که گذاشته 91 نفر رو کشته در کینگ دیوید هتل، فکر میکنم هنوزم رکورددار مناخم بگینه. ببینید این بمب مناخم بگینه، مستر مناخم بگین 91 نفر رو در اینجا کشته. اینم عکس هوایی بمبگذاری آقای مناخم بگین. و به من اعتراض نکنید، برید آقا حقایق رو نگاه کنید ببینید داستان چی بوده. تروریست رو هم باید تعریف کرد، تروریست رو هم باید این آقا تروریست بوده. ببینید در اینجا عرب ها کشته شدن، تعداد یهودی بدبخت هم اونجا رفته بودن با تعداد انگلیسی. بنابراین رکورد داشت. من تا اونجایی که رکورد رو نگاه میکردم که در یک بمب تنها، در یک حمله تروریستی تنها، رکورد دست کیه؟ دست بگین بود. تا پارسال که من میدم دست مناخم بگین بود. فکر کنم هنوزم رکورددار در یک بمب 90 کشته. حالا کشته چیه؟ باید کف بزنیم میگیم خیلی خوب بوده. و از این بدتر، یک هموطن کلیمی نازنین، یه خانم بزرگواری به من زنگ زد، بسیار مهربون، بسیار محبت کردم. بله این آقای مناخم بگینه، اینم شرح کشتارشه. بله خیلی ممنونم امیر جان. بله اینم همون زمانی که احتمالا گرفتنش به عنوان جنایتکار، اینا عکسش دیگه. بالاخره خانمی زنگ زدم که بله اینا فلسطینی ها آدم نیستن و نمیدونم اینا تروریستن و از این حرفا. بعد یه چیزی گفت که من خیلی متحیر شدم واقعا، که خواهر من در اسرائیل هستن، فکر می‌کنم خانم همین الانم دارن برنامه رو گوش می‌کنن، در شرق آمریکا هستن، و گفتن یه بچه اسرائیلی می‌ارزه به 10,000 تا بچه فلسطینی. خب هیتلر هم که همینی میگفت. خانم محترم این چه حرف لاتایلیستو میزنی؟ این چه چیز ضد بشریست به تو یاد دادن؟ گفتن به همشیره سلام برسونی و بفرمایید بچه یهودیو فلسطینی و چینی و ایرانی و آمریکایی همه یکی هستن.
این نجات پرستی را دیگه واقعا تعجب میکنه که آدم یهودی باشه نجات پرست هم باشه. آقا خب هیتلر هم که همین رو میگفت. مگه هیتلر غیر از این میگفت؟ آقا متلایی نژاد جرمن برترین نژاده، یهودی ها رو باید اول بکشیم از بین ببریم بعد بپردازیم به بقیه اسلاوا روسا. این چه حالتی است ما داریم؟ این چه حرف های خطرناک، بوی خون میده این حرف ها. که یه بچه اسرائیلی به اندازه 10,000 تا بچه فلسطینی میارزه، چون ما اینجا بزرگ میشن دانشگاه میرن و اینا. خیلی خب شما اون شرایط برای بچه فلسطینی هم درست کنید، اونم دانشگاه میره، اونم اینا همه شرایط اجتماعیه. این آخه این چه حرف سخن لاتائلیست، این چه سخن ضد بشریست، غیر قابل تحمله. آدم صاحب این حرفا رو باید بگیرن زندان کنن. کما اینکه این اشکنازی ها مدعی شدن که ما یهودی های برتریم، اینا که از نمیدونم میدل ایست میان و اینا باید کلاساشون جدا بشه. قاضی گفت آقا 20 سال زندانی داره این حرف، هر کی حرفو بزنه ما 20 سال زندانش میکنیم. یه قومی که، مردمی که مبتنی بر نمیدونم چیزهای مثل هولوکاست و تعصبات و پراسیکیوشن مذهبی و نژادی مملکت درست کرده و خودش رو مظلوم نشون داده و همین مظلوم بودن و مظلوم نمایی کردن توجه جهانیان رو برانگیخته و پولهای کلان از دنیا به اونجا سرازیر شده محض این مظلومیت یا اظهار مظلومیت، این حرفا رو نباید بزنه. این چه اندیشه ایست آخه؟ اما خوشبختانه در داخل اسرائیل آدمهای روشن، آدمهای دموکرات و منصف هم هستن. یکیش همین خانم لیبنی، لطفا خانم لیبنی رو نشون بدین. این اولین زنیست که در اسرائیل آمده است و به حقوق فلسطینی ها هم مقر و معترف شده و به تو استیت سلوشن. ولی این خانم، این خانم خانم بسیار بسیار بزرگوار و داناییست، عرض کنم خانم لیبنی، زیپی لیبنی، لیبنی. ایشون اصلا اهل لهستان هست و بعد در اسرائیل آمده، اونجا کارها کرده، مدرسه حقوق رفته، چندین پست وزارت داشته. اولین خانمی است که بعد از خانم گلدامایر وزیر امور خارجه بوده و ایشون در واقع اولین اسرائیلی است که آمد و گفت کسانی که سربازان اسرائیلی رو میکشن با کسانی که بم میزنن حسابشون جداست، ما اونها رو تروریست نمیشناسیم. یعنی کسی که در واقع جنگ میکنه و با سربازان و ارتش اسرائیل میکنه، ما رو تروریست نمیشناسیم. و بعد آمد و معتقد شد که بایستی این توستید سلوشن، توستید سلوشن یعنی راه حل دو دولتی یا دو دولته، یعنی که ما هم بایستی به این فلسطینی ها حقشون رو بدیم، با هم با صلح و صفا زندگی کنیم. و در واقع وقتی که به انتخابات رسید، ایشون تعداد صندلی هایی که حزب ایشون توانست به دست بیاره بیشتر از این آقای رفیق جدیدمون بود، عرض می شود که بعد. اما گویا قانون اسرائیل من نمیدونم چگونه است، چون معمولا حزبی که بیشترین صندلی ها رو در مجلس کسب میکنه بایستی که نخست وزیر باشه، اما نمیدونم حالا بایستی قانون اساسیشون که چگونه است. اینها آمدن و عرض میکنن که رئیس جمهور اسرائیل از همین نخست وزیر امروزین خواست که دولت تشکیل بده و این خانم از صحنه سیاست کنار کشید، باز برگشته. از صداهای منصفانه داخل اسرائیل هست و گویا یه حزب جدید هم میخواد تشکیل بده. خانم لیبنی بسیار محبوبه در دنیا، این خانم به جهت آزادی خواهیش، عدل و انصافی که در ذهن داره، راه حلای مدرن پیشنهاد میکنه. این هست که هر آینه، چون اسرائیل کشور دموکراتیکی هست، این است که پیدایش آدم های اینچنین هم امکان پذیر هست. حالا همه هم مثل آقای شارون نیستن، اما مطلب اصلی این است که ما بگوییم بله در حال سخنرانی است خانم لیبنی، اگر درست گفته باشم، اصلا اهل لهستان و شهروند اسرائیل هست. خیلی ممنون. اینم این نکته بود که خواستم خدمت شما عرض بکنم که داستان بر چه بحث است. چاره ای نیست جز صلح، چاره ای نیست جز صلح. شما نمیتوانید ستمکاری بکنید انتظار صلح داشته باشید.
حق مردم بخورید و بخواد صلح هم برقرار باشه، موثر نیست چنین چیزی. و این ذهنیت که ما برتر از دیگران هستیم، این یک ذهنیت جنایت آمیزه، نمیدونم ضد بشریست. آقا هیچ از هیچ کس بد بهتر نیست. از روز اول متاسفانه یک تعداد کلیمی یهودی بودن که میگفتن ما انسان‌های برجسته خدا هستیم، خداوند ما رو برگزیده دیگه، بالاخره ما بهتریم دیگه، آقا چیکار کنیم بهتریم. اتفاقا یکی از مباحثی که بنیانگذار اسلام کرده و اینا در همین کتابش از همین حرف هاست، آقا چی رو بهتریم؟ تو از کجا آمدی که تو بهتر از دیگرانی؟ چرا بهتری؟ خدا به خاطر که خدا دائم در تاریخ ما مؤثر بوده و خدا با ما بوده دیگه، خدا مال ماست. آقا چی میگیم برای حسابی چی رو خدا با تو بوده؟ بیا ببینم چی توضیحی میدی در باب دوره های هجرت و دوره های عرض میکنن که کشتار، چه توضیحی میدی؟ گفتن خب خدا غایب بوده در اون روزگار، مثلا در روزگار فرعون رو نمیدونم رومی ها اینا، خدا مرخصی بوده. از این حرف های سخن لاتاری، اما آدم آدمی زاد همه با هم برابره، سفید سیاه سرخ زرد، ارزش انسانی آدم ها یکیست، حقوق انسانی آدم ها یکیست و هیچ فرقی با هم نداره. شما تو هر کشوری هم پا بگذاری، عرض کنم که خب آدم های نادان خیال میکنن که اینا بهترین آدم های دنیا هستن و برتر هستن، دینشون هم عالی ترین و بهترین و جامعه ترین و حرف هست. اینا نیست، همه با هم برابرن، در هیچ دینی هم هیچ حقیقتی نیست. هیچ یک از ادعاهای دین هرگز به اثبات نرسیده. یه مش سخنان قدیمیست، یه مش سنت قدیمیست. نهایت در واقع منتها درجه عرض کنم که کوشش دین هم برای بنیاد کردن یک سیستم اخلاقی بوده، سیستم اخلاقی کاربرد بیشتر از این نداشته، هیچ کاری هم انجام نداده، هیچ کشفی هم نکرده، هیچ دری هم بر انسان نگشوده جز در تعصب، همین حرفای لاتایل مزخرف ضد بشری. اینم از این داستان. خلاصه عرض می شود خدمت شما که قبل از اینکه بپردازیم به خوندن چند بیت شاهنامه، اینجا واسی یه نکته ای رو عرض کنم در باب دوست عزیزم آقای مهری. حالا من همیشه اسمشون رو میارم به واسطه این مودت و رفاقت دراز مدت هست. و این رادیو صدای ایران که در لس آنجلس بود، بنیانگذار اون رادیو هم همین آقای مهندس شجر خود ما بود. یک روز من دیدم، حدود نمیدونم 25 سال پیش بود، دیدم یه آقای یک چیزی گچی دستش گرفته و یه چیزایی نشون میده و میگه میشه رادیو ساخت و فلان. دیدیم که بعد فهمیدم همین آقای شجر خود ما. باری این رادیو افتاد به دست آقای مروتی. آقای مروتی مرد بسیار محترمی بود، قبلا هم وکیل بود، با بچه‌هاشون اینجا زندگی می‌کردن، سلطنت طلب بود البته. و این رادیو رو در واقع سیاستش رو برای سلطنت طلبی به کار می‌برد. نهایتش این بود دیگه، یعنی ته تونل هدف ایشون از برنامه‌اش پیدا بود این بود. یعنی تمام بچه‌ای که اونجا کار می‌کردن، اینا ارتباطش با نمی‌دونم شاهزاده رضا از این حرفا تمام بود، بالاخره اینم نظر ایشون بود. باری اما وقتی که حسین مهری آمد، این رادیو یک چهره محترمتری به خودش پیدا کرد، برنامه‌ها شنیدنی شد، یک وزنه بسیار بسیار سنگینی بود آقای مهری با اون تجارب و اینها و مصاحبه‌هاش در برنامه چهره‌ها و گفته‌ها. کسانی که به اون رادیو گوش کردن می‌دانند که مصاحبه های حسین مهری بهترین بخش این رادیو تا اینکه به هر صورت که این رادیو بسته شد و خیلی کسان رفتن آمدن و اینها، اما دوست عزیز من آقای حسین مهری مراتب مودت رو و رفاقت رو و وفاداری رو با آقای مروتی ها فرو نگذاشت و ایستادن با احوال مریضی به هر گرفتاری بود تا این رادیو بسته شد. قریب 2.5 تا 3 سال هم حقوق نگرفت آقای مهری و بعد دچار بیماری. ما کسانی که گوش کردن به سخنان او، یعنی شما در تمام این دوره ها گوش میکردید، هرگز ابراز نظری در باب از گرایش های سیاسی خودش نکردیم مرد و هرگز معلوم نشد برای مردم که آیا ایشون سلطنت طلبه یا نیست. این کار حرفه، یعنی این و همواره در واقع شنونده سخن مصاحبه شونده بود با سوال‌های خوب. سوال کردن نیازمند دانایی است، اگر دانایی نباشد سوال‌ها هم پراکنده خواهد بود. یک دانشی هم مصاحبه شونده داشته باشه اون رو هم نمیتواند ارائه بکنه.
بسیار مهارت داشتن ایشون و دارن و بسیار دانایی. باری امروز اون رادیو بسته شده و حسین مهری در خانه است. ما اگر خدمتگزارانی رو میابیم در جامعه که وجودشون مفید هست، باید پشتیبانی هم بکنیم، گاهی یک زنگی بزنیم، یک سپاسی، یک چیزی. آخه این کارها که از شرایط که زندگی این دنیا رو که تأمین نمیکنه، که معمولا آدم ها برای دلشون کار میکنن. باری امروز بعد از دو عمل جراحی دوست عزیز من در منزل هست و کتاب، من سالها ازشون میپرسیدم که چرا کتاب منتشر نمیکنین، گفتن آقا ما رو چه به این کارا و اینو، تواضع میکنن. بعد دو کتاب منتشر کردن، 100 مقاله و 120 روایت. من این کتاب رو خوندم، بسیاری از مقالاتش رو، مقالات بسیار بسیار با ارزش. عرض میکنم که مثل که گلچین شده مطالب زیباست در قضایای مختلف. من از شما هموطنان میخوام که زنگ بزنید خدمت ایشون، باشون در واقع حال احوال، و کتابشون رو سفارش کنید. کتابشون حتما سفارش کنید، 120 روایت، گزارشی در افقهای سیاست و اندیشه. تلفن ایشون رو من خدمت شما میدم، از سبت که 310-207-1969. بعد تلفنشون رو باز اعلام میکنم، اگه هموطنان فراموش کردن از میشود که یک کتابی هست مشهور شده، سرچشمه های فردوسی شناسی. ما فکر میکردیم محمد امین ریاهیست، بعد هموطنی نوشتن که آقا ایشون محمد امین ریاهی بوده. بسیار ممنونم از شما، درود بر شما، ما شنیده بودیم محمد امین ریاهی، چون از اینکه معلوم نمی کنه. سرچشمه های فردوسی شناسی، این کتابی که دست من هست، چون کتاب نایاب بوده، از شما دوست عزیز من در ایران فرناز یک نسخه گیر آوردن، زیراکس کردن با چه زحمتی، از شکر سپاسگزارم. اما این واقعا در واقع سرچشمه فردوسی شناسی نیست، این کتاب در واقع یک جنگیست از نقل قولها و افسانه ها در باب فردوسی. بنابراین ضمنی که کتاب بسیار کتاب با ارزشی است، اما راهبر به شناخت فردوسی نیست. یک مش سخنان عرض میکنم که افسانه مانند اینجا و اونجا از نظامی گرفته تا دولت شاه و غیره و اینا گفتن، ایشون همه رو زحمت کشیده جمع‌آوری کرده. اون 4 مقدمه‌ای که بر شاهنامه نوشته شده است، 4 مقدمه هست، ایشون همه رو آورده. یکی از اینها هم که در مقدمه فلورانس ناتمام بوده، ایشون زحمت کشیده از یکی از نسخه‌ای که در فکر کنم نسخه لنینگراد باشه به دست آورده و تصحیح کرده. بنابراین ایشون به قول این دوست میگوید محمد امین ریاهی است و کتاب سرچشمه های فردوسی شناسی. کتاب مفیده، مطلب بسیار داره، اما به فردوسی شناسی راهبر نیست. اینو من به وضوح هم در همین داستان رستم و سهراب توضیح دادم که چرا این کتاب فردوسی شناسی نیست. اینو نقل قول هاست، شما شناخت فردوسی و طریق شاهنامه است، نقل قول هاست در باب فردوسی. ایشون هم خیلی زحمت کشیده، مرد غیرتمندی بوده، انسان وطن دوست و دانا و دانشمندی بوده، از دوران کودکی هم با شاهنامه آشنا بوده این مرد بزرگوار. این هم یک مطلبی دیگر که لازم می آمد خدمت شما عرض کنم. یک هم وطن عزیزی به من زنگ می زنن به همین تلفنی که اعلام شد، 20-30 پیغام میذارن، تلفنشون پنهانه، خودشون هم پنهانن، اما سخنرانی زیاد میفرمان. توضیح میدم، برادر من شما 40 بار به من زنگ زدی، من نام شما رو تلفنت هم نمیذارید، پشت کجا قایم شدی، از چی میترسی؟ تو که همه حرف داری بزنی، زنگ بزن به من، صحبت کن. اولا به این تلفن لطفا زنگ نزنید، به این تلفنی که اینجا اعلام، لطفا تلفن سرزمین جاوید اعلان کنیم. امیر جان زیر 972-292-0101 اونقدر به این تلفن لطفا زنگ بزنید. شما هر موقع من پیغام ها رو گوش میکنم 15-16 تا پشت سر هم مطلب دارید، یه آخری ها راستش من گوش نمیکنم، چون نظراتتون راجع به ادبیات درست نبود دوست عزیز، نظراتتون راجع به داستان و سلطنت و اینها من اشتباه دیدم درش، ولی حاضرم با شما صحبت کنم ببینم مطلب شما چیست. اما پشت دیوار قد پنهان میشین، تلفن بستی، خودت هم معرفی نمیکنی. آخه این چه وضع کامیونیکیشنی ها، چه جوری میخوای شما با من صحبت کنی؟ این همه زحمت، یعنی یه زنگ میزدید من مخلص شما بودم، ولی 60-70 تا شما به من زنگ زدید، من نمیدونم شما کی هستی. قراره با این دلاوری کجا رو بگیری شما؟ میشه آدم اینقدر شجاع باشه؟ اسم دیگه نمیگی،
تلفن هم که نمیذاری، مرتب زنگ میزنی بعد نیمه کاره مرتب دوباره زنگ میزنی، انقدر شما زنگ زدی که من فقط پیغام شما رو گوش میکنم چند دو ماست اینجا. لاغت بگو آقا من اسمم به دروغ، من اسمم تقیه، من میگم آقا تقیه هستین شما، دروغ بفرمایید، حالا خودتون معرفی نمیکنی. عجیبه بابا. خب اجازه بدید که آره ترسو بالا آوردن بابا. بابا میبینی که مثلا نبرم سپه بود بوده، آقا یه روزی در 22 سالگی زانو زده به پرچم ایران سودن یاد کرده و بوسیده و اینا که جان فشانی در راه پرچم، حالا سپه بود شده 80 سالشه رو تخت افتاده جوز هیچ جانی اسمش میترسه من به خاطر امور امنیتی. آ چه امنیتی داری تو دیگه مرد حسابی، چه سربازی بودی، چه سربازی هستی آخه؟ آخه مگه میشه سرباز ترسو؟ سرباز ترسو آخه مگه داشت داشتیم بابا جا؟ من اینجا عرض شد که این کتاب چاپ مهله، یعنی عیناً همون چاپی که مهر کرده مرحوم ریاحی به قول دوستمون، عیناً همون چاپ رو اینجا چیز کرده، مقدمه خودم نوشتن. این چاپ هم چاپ 1335 استاد گرامی دبیر سیاهیست که همون چاپ ماکانه. چند چاپ از این کتاب شد، یکی چاپ اولیا سمی، یکی چاپ آقا. با چه رنج و بدبختی این اولیا سمی شیرازی خط رو نوشته و اینا رام یفتدن از شیراز با اولاغ و اینها زمان ناصرالدین شاه، چون اولین چاپ بوده، چاپ انتقادی، میرفتن بندر عباس با کشتی به بندر معموره بامبهی، اونجا چاپ سنگی دونه دونه این لغت ها رو باید نیست نفتن کنده کاری میگنم هم چه میکردن، خیلی کار سختی بود، پرخرج. و در ایران هم عرض میکنم استاد دبیر سیاهی چاپ کردن، چاپ ماکانه، اولین چاپ انتقادی است، الهاقات خیلی داره دیگه. حالا و مرحوم ماکان، این رو به این دلیل میگم که چند بیت جعلی شاهنامه که مشهور هست خدمت شما معرفی کنم، دوستان نخونین این ابیات رو، چون اون چی در اختیار این مرد بود به تحقیق بنا به اظهار خودش در مقدمه که در همین چاپ اولیا سمی هست، ایشون 15-16 نسخه داشته، اینا همه‌شون از قرن دهم به این سو بودن، از قرن دهم، یعنی اصلاً که روزگار صفوی بودن بیشتر این نسخه ها، اینا پر غلط و اینا ملحقات و اینا اضافات و اینها. و چند بیت در این چاپ ماکان است، آقا در این نسخه قدیمی نیست. یکیش این دستنویس سن جوزف، یکی از قدیمترین و معتبرترین دستنویس لندن، سایر دستنویس های قدیم وجود نداره، این ابیات وجود نداره، اینا رو گفتن و نوشتن و وارد متن کردن. یکی زن و اژدها هر دو در خواب، به جهان پاک از این هر دو نوع، اصلا همچین سخنی از زبان حکیم جاری نمیشه. بعد تودهیان تصویره بودن به این، یکی هم پیدا نمیشه از این فضلا بگه آقا ما رفتیم دیدیم که در شاهنامه نیست، آقا نیست، اینو وارد کردن به مرد. یه مردی به اون عظمت فردوسی که از این سخنان نمیگه زن و اژدها هر دو در خواب بره. این یکی هم این چند بیت، خیلی ملحقات خیلی زیاده، مثلا همین داستان رستم و سهراب که یک چیزی حدود عرض شود که 1014 بیت بیشتر نیست در نسخه لندن، در نسخه سن جوزف کمتر از این هم هست. این شده از 1600 حدود 1680 بیت، این 600-700 بیت از کجا آمده؟ اینا رو نوشتن اضافه کردن، سوسی ابیات هم میشه فهمید، اضافه کردن. باری یکیش هم این هست، زشیر شطر خوردن و سوسمار، عرب را به جای رسیده از کار، کتاب کیان. این از شاهنامه نیست والا، به ریش پرخون حبیبی ابن مظاهر این در کتاب شاهنامه نیست، این از فردوسی نیست. خب اگه بود باستی در این نسخه قدیمی می بود، خب یه جایی باست در کلش پیدا می شود. اینا جدیده، اینها جدیده،
هست در نام یزدگرد و نام رستم فرخزاد به برادرش و یزدگرد به ماهوی سوری چیزها هست راجع به عراق. از این مار خار اهرمن چهرگان ز دانایی و شرم بی بهرگان، از این از اینها هست در اون نامه‌ای که از قول یزدگرد آمده که میگوید که اینها دنیا رو خراب خواهند کرد. اینها هیونان مست گسست مهاری هستند که دنیا رو خراب خواهند کرد و بی شرمن چون دینی هستن بی شرمن. یعنی آدم دینی آدم بی شرمه، آدم ایدئولوگ شرم نمیفهمه، سر بردرش هم میبره. آدم ایدئولوگ دینی سر بردرش میبره، شرم نمیفهمه، حیات از بین میده دیگه. سرسپردگی که پیش آمد به یک مکتب میگوید اینا حیا ندارن، بیشرم هستن. این آدگیم به مملکت ما آمدن، باور نمی فرمایید؟ نگاه کنید به نوادگانشون سر این منابر. خب خان چهارم و کشتن زن جادو. حالا بیچاره زنا رو قدیما اینا به جادوگری متهم کردن، کما اینکه در اروپا 500 هزار زن رو جلوی کلیسا آتش زدن که اینا جادوگرن. چرا؟ چون چاره تا اون رو نمی دانستن و یکی از فصل‌های تیره و ننگین تاریخ کلیسا و اروپا همین ویچ هانت یعنی شکار جادوگر. حتی یه خالی رو بدنش بود می بردن، 500 هزار زن سوزوندن. باری می گوند زن جادوگر، جادوگری رو به زنان نسبت می دادن. اینا حتی تو افسانه قدیم هم بوده، اینجا هم منعکس شد. شو از آفرین گشت برخواسته، بیاورد من رخش را ساخته. آفرین کرد یعنی دعا میکرد، رستم ایستاد مقابل ایزد پاک و شکر گذاری کرد و بعد رخش را آراسته یعنی زین کرده و آماده آورد. نشست از بر زین و ره برگرفت، چمان منزل جادوان در گرفت. چمان یعنی در واقع با یک سرعت یک نواخت، شتابی گویا نداشت. خیلی عرض میکنند که چمان همیران پویان به راه دراز، چو خورشید تابان بگشت از فراز. درخت و گیا دید و آب روان، چنان چون بود جای مرد جوان. بعد رسید به یک جایی، دید به به چه جایی، جایی که گویی که جای نشاط جوانان بود، یک همچین جایی. مازندران جایی بود دور، بس پس کوها و جنگل های انبوه و بسیار خیالانگیز و مردمی دیگر زندگی میکردن در اونجا. چو چشم تزروان یکی چشمه دید، یکی جام زرین برش پر نبید. به به چشم سار اونجا بود، چشم تزر و جام شراب. یکی قرم بریان و نان از برش، نمکتان و ریچار گردندرش. قرم بریان، قرم یعنی گوسفند کوهی، میشه کوهی، گوشش حتما خیلی خوشمزه است. نمکدان و ریچار. ریچار غذایی که از عناصر مختلف درست شده باشه، مثلا ترشی یا مربا کنارش بود ریچار. حالا قدیم در شیرازی که محمد زیاد میگفت از این سخن، از این تیکه تیکه به هم میامین کنه، آقا داره ریچار میگه، این تبدیل شده به لیچار. یعنی آقا کم شلند و چار بگو، کم لیچار بگو. آقا لیچار چرا میگه؟ یعنی حرف لاتاه. یکی قرم بریانو نان از برش، نمکتان و ریچار گردندرش. منظورش انواع غذاهاست. چرستم چنون جای بایست دید، خداوند را آفرین گسترید. آفرین گسترید
در واقع بر میگرد به آفرین قبلی که ستایش یزدان میکرد، اینجا دیگه اون رو هم گسترش داد، بیشتر ستایش یزدان کرد. بله، فرود آمد از اسب و زین برگرفت، به قرم و بنان اندر آمد شگفت. خور جادوان بود چو رستم رسید، از آوای او دیو شد ناپدید. یه دیوان، تو مشهور دیوان مازندران دیگه، نه میگه که اینا اومده بودن برای خودشان یک جلسه مهمانی چیز داشتن، وقتی که آوای رستم رو شنیدن یا صدای شهری اسب رخش رو شنیدن ناپدید شد. از خواص جادوگر هم یکی بود که ناپدید میشد، ناپدید میشد. خب اینجا یک در واقع یک نکته هنری فوق‌العاده جالب اینجا هست، خدمتون توضیح میدم. نشست از بر چشم فرخنده پی، فرخنده پی اشاره برسم است، یکی جام یاقوت پر کرده می، عوامی یکی نغز تنبور بود، بیابان چنان خانه سور بود. سازی همونجا چنان که گویی اینجا مجلس بزمه، چنان که گویی اینجا مجلس بزمه، نغز تنبور، بیابان یکی عوامی یکی نغز تنبور بود، بیابان چنان خانه سور بود. تنبور، تنبور در واقع ساز مزراویه. تنبور انواع اقسامش هم بوده، بسیار بسیار قدیم است، ساز ایرانی. خب تمتن مران را به بر برگرفت، بزد رود و گفتارها برگرفت. اول چیزی که دست دراز کرد ساز رو برداشت، شروع کرد به نوازندگی. هر سبت که انواع مختلف، یعنی آواز خواندن خلاصه. خب حالا رستم میخواد آواز بخونه. این وحدت موضوع اینجا نبایستی از دست بره. رستم نمیتونه با بلندش بابا کرمم برخصه، فرض بفرمایید. بنابراین سخن یک مرد جنگی و احوال و روحیاتش بایستی در این موسیقی هم نمایش داده بشه. حالا گفتم رقص، واقعا آدم خجالت میکشه این رقص ایرانی. برای خانوما خیلی زیباست، ولی این آقایون دستا رو باز میکنن و شروع به چرخش باستن، آدم خجالت میکشه واقعا. به خصوص که به قول شمس قیس با حراره ها و مخنسان هم که تو هم میشه که بیا و ببین. وای 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 آقا رقص، مردی گفتن، زنی گفتن. درست مرد و زن یکیه نظر حقوقش، ولی آقا نظر اندامش حرکاتش که یکی نیست. رقص مرد همه جا با پاس، نه با باسن. لزگی ها رو نگاه کنین، قفقازی رو نگاه کنین، آذربایجان رو ببین رقصاشو. این چیه این دست باز کردن و نمیدونم از حافل چرخاندن، مایه ننگ واقعا. چی بگم حالا؟ حالا گمان رستم از اون کارام بکنه، خوشه بوی بابا کرم. نه، وحدت موضوع حفظ میشه در شاهنامه که اثر جنگی است، حماسی است. نمیشود که وحدت موضوع از صلابت اثر، از ارزشش البته کم میشود اگر اون تشبیهات و استعارات بزمی که فرض کنین حافظ یا نظامی آورده بود کتاب میشد، از ارزشش کاسته میشد. بنابراین اینجا رستم بایستی احوال یک مرد جنگی رو در آواز خودش منعکس بکنه که وحدت موضوع حفظ بشه، کتاب سستی نگیره. میفرماید که تمتن مران را، یعنی ساد را البته، ببر در گرفت، بزد رود و گفتارها. گفتاران یعنی ترانه ها، آواز ها، که آواره بد نشان رستم هست که از روز شادیش بهره کم است. خودش در حق خودش میخوام که آواره بدنشان رستم است که از روز شادیش بهره کم است. همه جای جنگ است
میدان اوی بیابان و کوه است بستان اوی. همه جنگ با دیو و نر اژدها، ز دیو و بیابان نیابد رها. می و جام و بویاگل و مرغزار، نکرده است بخشش مرا روزگار. جای راحت و استراحت و خوشخاری و نمیدونم شادکامی رو خدا به من نصیب نداد. حالا واقعا ما نمیدونیم که این تعلیمات این استاد بچه بهش بوده، اینا به سابقه ذوق طبیعی اوست یا به دانایی و دانسته. من فکر میکنم به دانایی و دانسته این کار رو میکرد، فقط به ذوق طبیعی نمیشه این کار کرد. خب و اتناب کرده فردوسی، یعنی سخن رو بلند کرده در این ترانه رستم. می و جام و بویا گل و مرغزار، نکرده است بخشش فرازار. بزرگان قدیم ایران یه گل دائم دستشون بود، بوم بومی که بوم کردن، یا ترنج، بویا ترنج. بیا و بدبران کرسی زر نشست، پر از رنج و بویا ترنجی به دست. حالا این خود ترنج بود یا این که خالی میکردن درش از میریختن، این یک رسم و سنت بود. بگوید نصیب من این چیزها نشده، نصیب من جز رنج و جنگ و رنج جنگ چیزی نیست. می و جام و بویا گل و مرغزار، نکرده است بخشش مرا روزگار. همیشه به جنگ نهنگ اندرم، دگر با پلنگان به جنگ اندرم. این دگر وگر بوده، وگر با پلنگان، وگر یعنی ویا، این دگر نیست، چون اینجا جای تقسیم بندی نو نیست. داره سخنشو میگه، میگه یا در جنگ پلنگم یا در جنگ نهنگم، اینجا ویا وگر. خب به گوش زن جادو آمد سرود، همان چامه رستم و زخم رود. زن جادو صدا رو شنید، پنهان شده بود. چامه به معنی شعر، علی اطلاق به معنی شعر. حالا یه دیگه آمدن گفتم قصیده میشه چامه، نه چامه یعنی شعر. و این چامه بعد از که شعر فارسی متنوع شد به غزل و قصیده و مصمت و محمس و نمیدن روایی و غیره و اینا، گویا نیست. ما بایستی همون مصطلحات رو به کار ببریم. نمیتونیم بگیم که یه چامه میخوانیم، حالا یه روایی از خیام بخوانیم، بعد بگیم چامه، بعدی یه قصیده خاقانی چامه. اینا تصورات بیهوده است، اینا به درد ما نمیخوره، ما رو به جایی نمیبره. این پارسی سره و این حرفا نه، نه واسه زبان به طور طبیعی ما که نمیتونیم که چیز کنیم که آقا اختراعات بکنیم و به ملت تحمیل کنیم. که چامه، چامه همون ترانه و سرود رستم بود. زخم رود، زخم به معنی مضراب در واقع، زخم زدن یعنی ضربه زدن. حالا ما جراحت رو بگیم زخم، در حالی که زخم به معنی ضربته. گفتن سام یک زخم، سام یک زخم، یعنی مردی که یک ضربت میزد. خیلی خوب. به گوش زن جادو آمد سرود، همون چامه رستم و زخم رود. بیاراست رخ را به سام بهار، وگر چند زیبا نبودش نگار. نگار اینجا به معنی، بله مرسی عزیزم، نگار یعنی نقش و نگاری نداشت، زیبایی نداشت، اما خودشو آرایش کرد. بر رستم آمد پر از رنگ و بوی، بپرسید و بنشست نزدیک. بپرسید یعنی احوال پرسی کرد، خوش آمدید، کجا بودید، خسته نباشید. بپرسید و آمد به نزدیک اوی. تهمتن به یزدان
نیایش گرفت جهان آفرین را، ستایش گرفت خدا را، شکر کردن که در دشت مازندران یافت خان، می و رود با میگسار جوان. خدا را سپاس کردستن که در یه همچین جایی که بسیار غریب هست این چیزها، ما می و رود و چشمه بود نمیتونم قرم و ریچار و بند و بساط با میگسار جوان. میگساریدن یعنی می خوردن، می نوشیدن. بله، ندانست کن جادوی ریمن است، نهفته به رنگ اندر اهریمن است. نمیدانست کسی که پشت این رنگا پنهان کرده جادوی ریمن است و اهریمن. اهریمن یکی تاس می بر کفش برنهاد، خود ز دادار نیکی دهش کر یا چه آواز داد از خداوند مهر، دگرگونه برگرد چه آواز داد از خداوند مهر، دگرگونه برگشت جادو به چهر. نام خدا که آمد رنگ و نگار این چیزا کنار رفت و چهره حقیقی جادو، جادوگر بر رستم روشن شد. سوال هاست، من فکر میکنم که اگه ما بتوانیم که یک، البته این کار هم خرج داره هم اکسپرتیز میخواد، اینا که یک انیمیشنی برای بچه ها از داستان های شاهنامه یک کسی بسازد، خدمت بزرگی کرده که با تصویر، همون تصویرهایی که مورد عرض کنم که نظر کودکان هست، خیلی هیکیشیم جنگ مازندرانی خیلی زیبا. چون وقت کم هست و اشاره کردم 5 دقیقه از 5 دقیقه مدتیش گذشته، اجازه بدید که خدمت شما عرض کنم که دیروز در تلویزیون پارس دوستان اینجا بودن، عرض شد که خب یک گرد همایی دوستانه بوده، دوستان آقای میبودی، آقای پارسا، آقای فرجی، آقای فرحی، سایر دوستان زنگم زدن، بنده نبودم که جواب بدم خدمتشون و مشارکتی بکنم و اینها. خواستم بگم که ما اینجا با کسی مشکل شخصی نداریم واقعا. اگر اتفاقی میفته و حرفی و سخنی هست، اینها مطالب عقیدتی است، عقیدتی است، وگرنه ما به همه آقایون احترام داریم و عرض میکنم که هیچ گونه مشکلی و گرفتاری واقعا نیست. بعض وقتی مطالب و مسائلی هست که این در واقع برخوردهای عقیدتی رو اینجا آشکار. خب تصاویری که ملاحظه میکنید دلاوران ما هستن، ستار بهشتی است، خانم ستوده. ستار رو کشتن، دوستان جوان ایرانی رو بردن زیر کتک کشتن، شکنجه کردن تا مرده، اونقدر زدن تا مرده. خانم ستوده هم که از سبب چهره بین‌المللی شدن، جواز مختلف بردن، اینها در واقع شهدای آزادی هستن. شهید واقعی کسی است که برای آزادی تلاش میکنه و دست به شمشیر هم نمیبره، این شهید واقعی است. حسین به نظر من شهید نبود. آقا ایشون عرض میکنم علی رغم آیه شریفه که لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، به دست خودت خودت به چیز ندار، مهم مهلکه ننداز، رفته کودتا، خب نشده، خب خیلی بد کشتن، خیلی زار، خیلی غم‌انگیز بوده داستان، ولی تقصیر خودشون بوده، تشریف بردن به کودتا. شهید واقعی کسانی هستن که برای مردم و برای آزادی کار میکنن و جانشون رو میدن، اینا شهدای واقعی مملکت ما هست. حبیب ابن مظاهر رفته بود که خب اگه حسین رفته و خلافت رو بگیره حتما میشد مثلا حاکم ری، یا حضرت امام رضا علیه السلام که تشریف آورده بود ایران برای حکومت و دولت و اینها، اگر نکشته بودن مثلا همین محروق برادر محترمشون علیه السلام محروق میشد، سپهسالار خراسان، حاکم خراسان که مالیات‌ها رو جمع کنه مثلا، میگم خب نشده اینها و قرار بود بشه، به این بهانه آورده بودن. وقت ما در اینجا تمام شد، اجازه بدید تلفن آقای مهری رو یک بار اعلام کنن برای داستان کتاب احوال پرسی، ازشون 310 207
1969 از امیر سپاسگزارم، از شما هموطنان بزرگواران که توجه فرمودید. تا جلسه بعد، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.